ربط کشته شدن مولوی مهدی مجاهد توسط خود طالبان. ظلم و ستم طالبان در ولایت پنجشیر. بینندگان گرامی، درود و سلام بر شما. باز هم به یکی دیگر از ویدیوهای خبری این کانال خوش آمدید. منابع آریا پرس در برگه رسمی فیسبوکش می نگارد: از پنجشیر خبر می رسد که پس از درگیری های شدید اخیر میان طالبان و نیروهای مقاومت که تلفات قابل توجهی برای طالبان از پی داشت، طالبان در کنار دستگیری حدود 100 تن از مردان و جوانان در دره عبدالاخیل شهرستان دره ولایت پنجشیر اینک به دستگیری و شکنجه کودکان آغاز کرده اند. بر اساس گزارش منابع آریا پرس صبح امروز جمعه 28 اسد، افراد طالبان 5 تن از کودکان باشنده منطقه را در حواشی کوههای عبدالاخیل دستگیر، زندانی و شکنجه کردند. منابع از پنجشیر به آریا پرس میگویند این کودکان که موشیشان را برای چراگاه به کوه برده بودند، توسط افراد طالبان نخست دستگیر، زندانی و سپس مورد شکنجه قرار گرفتند. یکی از این کودکان به منبع گفته است که ما در حال چراندن مواشی بودیم که طالبان بالای ما هجوم آوردند و در حالی که دشنام میدادند ما را دستگیر کردند. پس از بازرسی بدنی ما را مورد لت و کوب قرار دادند که در نتیجه یکی از کودکان همراه ما که از همه کوچکتر است از ناحیه قفسه سینه آسیب دیده و یکی از قبرغه های او کسر برداشته است. او میگوید طالبان ما را از کوه پایین کرده و برای چند ساعت در حال زندان کردند که کودک آسیب دیده از شدت ترس و درد قبرغه تقریبا بیهوش شده بود، ولی طالبان نه تنها به او هیچ کمکی نکردند بلکه او را بیشتر لت و کوب کردند تا گریه نکند و خاموش شود. این در حالی است که در جریان هفته جاری طالبان حدود 50 تن از باشندگان این روستا را بازداشت و زندانی کردند که گفته می شود از جمع 50 تن بازداشت شده ها تا اکنون 13 تن آن در زندان های طالبان زیر شکنجه قرار دارند. در همین حال گزارش ها می رسانند که طالبان بر اساس اعترافات اجباری که از این افراد گرفتند، 3 خانواده از مردم محل را مجبور به کوچ اجباری کردند. مردم محل می گویند افراد بازداشت شده همه شهروندان غیر نظامی می باشند که هیچ ارتباطی با جبهه مقاومت ندارند. آگاهان به این باورند که طالبان به هدف تحت فشار قرار دادن نیروهای مقاومت، مردم غیر نظامی محل را بازداشت نموده و زندانی می سازند و مورد شکنجه قرار می دهند. آموزه های دینی و قوانین بین المللی جنگ بدرفتاری با کودکان را اکیدا ممنوع قرار داده و در ذیل جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت قرار می دهد. توجه کنید به یک خبر مهم در مورد کشته شدن مولوی مهدی مجاهد، یگانه فرمانده هزاره تبار طالبان. بلال کریمی، معاون سخنگوی امارات اسلامی افغانستان، کشته شدن مولوی مهدی مجاهد را رد میکند. او میگوید در این مورد هیچ معلوماتی ندارد. تمام این نشر خبرها مربوط به وزارت دفاع طالبان میشود. آخر امشب کدام فایل صوتی صادر خواهد کرد. همین اکنون تماس ما با آقای بلال کریمی، معاون سخنگوی امارات اسلامی افغانستان برقرار است که آیا خبر کشته شدن مولوی مهدی توسط مسئولان امارات اسلامی تایید میشه یا خیر؟ تماس برقرار است. آقای کریمی سلام، وقت شما بخیر. میشه در مورد همین خبر کشته شدن مولوی مهدی در یکی از مسئله توسط افراد امارات اسلامی جزئیات در دسترس شما قرار گرفت یا خیر که آیا یک خبر حقیقت دارد یا نه؟ وعلیکم سلام، شما خوب است؟ سلامت باشین نازنین صاحب، شما خوب است؟ الحمدلله سلامت باشین جناب آقای کریمی. چطور شد خبر به دست شما کامل رسید؟ حقیقتش چطور بود؟ در مورد کشته شدن مولوی مهدی مجاهد توسط افراد امارات اسلامی در اون مورد خوب وزارت دفاع یک چیز را پخش کرده که ما تا به حال سر اونما اکتفا میکنیم، ولی از جانب خود جستجوهای ما جریان داره. یعنی هنوز به یک نتیجه قطعی و چی نرسیده که چرا هم نتیجه چی؟ بله ما در صدد معلومات هستیم، ولی وزارت دفاع چیزی که پخش کرده باز شاید اونم رو کم باشه. درست درست. قسمی که در فایل صوتی شنیدیم، امارات اسلامی افغانستان خودش نیز این خبر را تایید نمی کند. یعنی به صورت کل آگاهی ندارد. از توجهتان جهان سپاس. وقتتان خوش. خدا نگهدارتان.